ما را می‌بینند. من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می‌کنم به کارگردانی آقای بهروز مشکی‌یار و با بهره‌وری از پژوهش‌های آقای محمد امینی که همواره ما رو در این برنامه یاری دادند و یاری خواهند داد. آقای امینی در گفتگویی که با هم داشتیم مسئله رمز و راز پایندگی و ماندگاری ایران رو با همه به حال تاخت و تازهای خارجی به حال مسئله رو مطرح کردند و البته بخشی از مسئله رو. و در این برنامه ما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد درباره علت رمز راز ماندگاری ایران رو، ولی اول اجازه بدهید یکی از بینندگانمون ایرادی گرفتن از آقای امینی. آقای امینی سلام عرض می‌کنم. درود بر شما و همچنین درود بر بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه و همیهنان گرامی. خیلی خوشحال هستم که امروز در کنار هم هستیم و میز تازه‌ای هم گذاشتن، ما رو به هم نزدیک‌تر کردن. کراواتتون خیلی شیکه. خواهش می‌کنم. حتما باید گزینش همسر گرامیتون باشه. آره من که وارد نیستم. خب آقای امینی، این بیننده عزیز ما گفته است که شما، شخص شما در یکی از سخنرانی‌هاتون در یکی از شهرهای اروپا، اون موقعی که مرتب می‌رفتید اروپا و می‌آمدید، عرض کنم که ایشون گفتن که در اونجا شما گفتین که همه جنبه های سنت و تاریخ ایران رو نباید جدی گرفت، برخی از ارزش ها رو باید نقد کرد و کنار گذاشت. شما چنین مطلبی فرمودید؟ بله کاملا. ببینید، یک برداشتی ما داریم و در میان برخی از هممیهنان ما مانند این واژه که میگویم فردوسی گفته ولی معلوم نیست که هنر نزد ایرانیان است و بس، پذیرفته شده است که ما این همه چیز جهان و همه چیز از ما برخواسته. خب این درست نیست. ما بسیاری جنبه های ماندگار و با ارزش در تاریخ و ببینید در فرهنگمون داریم و بسیاری جنبه های نادرست و ضد ارزش که باید از میان برداشته شود. این گرفتاری کنونی 37 سال گذشته ایران بر پایه برخی از ارزش‌های موجود در همین جامعه ایران به فرمان روایی رسیده، از یک کشور دیگر که نیاوردن، از همین جا برخواسته. من چند نمونه رو برای شما میآورم. در یک جامعه کوچک، در یک شهرکی ایلی دستی، رشته سنت‌ها وجود داره. مثلا دلاوری، دلیری، دروغ نگفتن، مهمان نوازی، اینا ارزش‌ها و سنت‌های نیک این محیط بست است. ممکنه در همون جامعه ازدواج با خیشاوندان پذیرفته شده باشه که امروز از نظر پزشکی می‌دانیم کار درستی نیست، یا ازدواج با دختر 9 ساله، 10 ساله، خردسال. خب این بخشی از سنت و ارزش اون جامعه است. آیا این رو باید حفظ کرد؟ خیر. در بسیاری از این جوامع مانند خود ایران، نابرابری میان زن و مرد و پیروی زن از مرد بخشی از سنت و ارزش پذیرفته شده جامعه بوده و این با ارزش‌های مدرن خوانایی نداره و باید کنار نهاد. ببینید اینها نزدیکی با طفل شیرخواره چی؟ نزدیکی با چی؟ طفل شیرخواره. خب اینها که بیشتر از فرهنگ اسلامی وارد فرهنگ ما شده، در میان ایرانیان نبوده چنین چیزی، ولی روی هم رفته همه چیزهایی که در یک فرهنگی وجود داره. ببینید این سنت ها و ارزش ها رو باید به سه دسته تقسیم کرد. یکی اون چیزهایی که نیکه و باید نگه داشت، یکی اون چیزهایی که ممکنه مورد پسند من و شما نباشه ولی زیان به کسی نمیرسونه و یا خنثاست.
ارزشمند یا خونساست. این که ما بنشینیم مثلا گفتگو کنیم که هفت سین از چه چیزهایی باید شکل بگیره، این پدیده خونسایی است و زیانی به کسی نمیرسانه اگر سرکه درش باشه یا نباشه، سمنو بخشی از این باشه یا نباشه، یا یکی بیاید و بگوید که اصلا این هفت سین نبوده، هفت شین بوده، اون هفت چین بوده، هفت چین بوده. خب اینا مهم نیست. برخی از ارزش ها و پدیده های پذیرفته شده منفیه. در جامعه منفیه. ما در فرهنگمون یکی از پدیده های بسیار منفی که در میان ایرانیان داشتیم و داریم و در میان نخبگان ایرانی هم هست، فرهنگ دروغه، ستایش دروغگویی است. ادوارد وان میگه ایرانیان تنها مردمی هستند که بدون دلیل دروغ میگن. شیفته ایران هم بوده، راست هم میگه. ما در فرهنگ نوشتاریمون، تاریخ نگاریمون، سیاستمون دروغ یک پدیده پذیرفته شده است و من دیدم کسانی رو که هیچ نیازی برای که دروغ در مورد مسئله بگن نداشتند، برای کاری دیه کردند، حالا افسانه پیرامونش میسازن، یا آقا بنده دیر بلند شدم ببخشید، حل میشه مسئله، دیر از منزل بیرون آمدم، ولی افسانه میسازن و با این افسانه ساختن میپذیرند، هم افسانه رو خودشون میپذیرند، هم افسانه به دیگران میفروشند. و این در عالم سیاست ماست. در امروز در ایران نگاه کنید، خب برخی از دروغهایی که گفته میشه، دکتراهایی که گرفتند و میدهند و غیره، خب اینها شده بخشی از این فرهنگ پذیرفته شده، شده در جامعه که این چنین درباره خودشون هم دروغ میگن. این است که نکته‌ای که بنده در اون برنامه داشتم و بازم تکرار میکنم، اتفاقا در اونجا سخت مورد پسند شنوندگان قرار گرفت، به ویژه جوانانی که در اون برنامه بودند، که ما باید از جنبه‌های بسیار منفی مانده و ماندگار شده در فرهنگ ایران پرهیز کنیم، به چالش بکشیم، اونها رو نقد کنیم و گمان نکنیم همه چیز از میان ما برخواسته و هر چیزی چون ایرانی است حتما درست بوده. آقای امینی، شما بلد. کتاب خلقیات ما ایرانیان رو حتما خواندید، جمال زاده. این کتاب در سال 1344 در تهران منتشر شد و من خلاصه از اون رو در مجله روشنفکر که سردبیرش آقای نقیبی مرحوم بودن دادم چاپ. پیش از جنگ جهانی دوم یا بعدش؟ 1944 به هر صورت چاپ شد، مجله توقیف شد. عجب. بله، گفتن که این برای جامعه ما خوب نیست. خوب نیست. ببینید این اینه، در حالی که درست همون اصلا یکی از کارهایی که رهبران، نخبگان، پیشوایان جامعه باید بکنند، با درایت و دلیری با جنبه‌های منفی فرهنگ جامعه ستیز کنند. کافی نیست که ببینید ما دو نوع رهبر در این جامعه داشتیم و داریم، یا نخبگان، پیشگامان، هر چی اسمشون میخواهید بگذارید. یکی کسانی که بر پایه پیروی از عوام، مقبول مردم حرف میزنند، که مبادا، هنوز هم هست در دنیای سیاست ما هست، در دنیای فرهنگ ما هست، و دیگر کسانی هستند که با دنیای زمان خودشون در میفتند و گرفتاری برای خودشون ایجاد میکنند. زنده یاد احمد کسروی شاید به افراد در برخی زمین ها رفت، مثلا در ستیز با شعر فارسی در خیلی از زمین ها، ولی یکی از کارهایی که انجام داد این بود که با دلیری با برخی از جنبه های فرهنگی در افتاد، با برخی دیگه در نیفتاد. مثلا در زمینه برابری زن و مرد پای او هم میلنگید، او هم گرفتاری در این زمینه داشت. و امروز به داوری من، اگر ما میخواهیم یک جامعه نو بنا کنیم، با این مهری که به تاریخ داریم، با این ارزشی که برای گذشته ایران میداریم و باید اون رو سپاس بداریم و برجسته کنیم، باید به چالش بکشیم ارزش‌های همین فرهنگ رو، ارزش‌های همین جامعه رو. یک نمونه برجسته در تاریخ ایران از این دست کارهایی است که عبید زاکانی کرد در قالب طنز،
یه رشته ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه رو به نقد کشید و به تمسخر، با تمسخر و به زیبایی. خب این پاسخ این همیهن گرامی، امیدوارم که ایشان شنیده باشند و درست دریافته باشند آنچه که من میگویم. برخی خب در گذشته بر این باور بودند که باید از همه چیز گذشته ایران پرهیز کرد. از زبان تقی‌زاده این گونه یاد شده که با این مهری که او به تاریخ ایران داشت که باید از نوک از بن استخوان باید فرنگی شد. خیلی این سخنان رو بعدها خودشان بهش نقد کرد، ولی باور داشت که باید با برخی از این ارزش‌های چیره بر فرهنگ با اینها باید در افتاد و نگران هم نبود که مردم برنجند از این ارزش‌ها. من در یه برنامه‌ای که دوستان بختیاری هم شمارشون زیاد بود نقد کردم از سنت نافبندان. خب همه اعتراض کردن. نافبندان چیه؟ سنت نافبندان که در بین برخی از عشایر ایران وجود می داشته، شاید امروز دیگه نباشه، این است که دختری رو که در شکم مادر هست برای پسری نافبند می کردند که وقتی دنیا بیاد اینها با هم باشند. این سنت خب زیباست از نظر برحال تاریخی، ولی چرا باید یک دختری به یک سنی نرسه که خودش انتخاب کنه و با عشق در واقع بتواند، با مهر بتواند مردی رو که میپسنده با اون آشنا بشه و بلکس همون مرد هم. و آیا این سنت خوبه؟ خب این در یه جامعه بسیار بسته قابل تکرار هست، ولی وقتی جامعه باز میشه و انسان ها با همسایگانشون، با دیگر مردم، با شهرها، با زندگی ها، با تمدن های دیگر آشنا میشوند، اصلا دیگه به اون گونه نیست که شما تلفن کنید و سفارش بدید مثلا یک همسری رو، مثل که دارید گونی برنج رو سفارش بدید. این رو باید، این نوع ارزش ها رو باید به عنوان ارزش های تاریخی نگه داشت، به این معنا که در نوشتارها بهش پرداخت، ولی ارزش های پوسیده است و به درد جامعه امروز نمیخوره و نباید اونها رو حفظ کرد. در بررسی تاریخ هم باید این رو درک کرد که یک رشته رفتارها در این جوامع کهن مانند ایران بر پایه سنت پذیرفته شده و ارزش پذیرفته زمان خودش بوده. امروز ما نمیتوانیم بیاییم با داوری فرهنگ کنونی به کسی که 1000 سال پیش ازدواج با دختر 9 ساله رو روا می داشته به او بگوییم بچه باز، چون اون زمان این اسمش بچه بازی نبوده، این ازدواج با دختر بالغ بوده که بالغ هم نیست، ولی بخشی از فرهنگ بوده، بخشی از ارزش‌های حالا دینی سنتی پذیرفته بوده. امروز باید اینها رو به نقد کشید که دیگر نباید این کار رو انجام داد با داده‌ها و ارزش‌های دنیای امروز به هر روی. آقای امینی، میتونم ازتون یه خواهش بکنم؟ در آخرین گفتگویی که با هم داشتیم درباره رمز و راز ماندگاری ایران، میخواستم ازتون تقاضا کنم که یه خلاصه از اون مطالبی که در اون برنامه گفتین برای یادآوری در آغاز این برنامه بفرمایید. ببینید، من اشاره کردم به این که ما با یک رشته درگیری های تاریخی در بررسی گذشته ایران رو برو هستیم که دریافت اونها برای هر پژوهشگری آسان نیست، به ویژه برای مردمی که به هر حال با این پژوهش آشنا میشن یا کتاب میخوانن که اصلا قابل فهم نیست که چگونه این رویدادها ردیف شده در کنار هم و همچنان ایران پای بر جای مونده. اشاره کردم به این که اگر شما به تاریخ ایران پس از اسلام نگاه کنید، پس از 200 سال آغاز دوره اسلامی جز یکی دو دولت مانند سامانیان یا صفاریان، اساساً سنت فرمان روایی در ایران در اون 900 سالی که از پیدایش دولت از دولت غزنویان و حتی پیش از اونها دولت‌های ترک‌تبار خوارزم تا انقلاب مشروطه می‌گذره،
ساختار فرمان روایی در ایران اساسا ساختار ایلیاتی بوده و ایلهای ترک بر ایران چیده بودند، سلسله ها و امیران و پادشاهان ترک و مغول و تاتار و اصلا از اون خانواده کسانی که از صفویه و شاه اسماعیل با ضرب شمشیر نه طایفه قزلباش به قدرت رسید، یعنی اون طوایف قزلباش که صفویان رو به قدرت رساندند همین ترکیه آمده بودن، بیشتر از همین سرزمین امروز ترکیه، بله، از آناتولی، از آسیای کوچک، همون دسته های تیر و تبار هایی هستند که در شکل دادن به دو دولت قراقیولو و آقیولو هم نقش داشتن. اتفاقا بخش های از همین دو تیرم به عنوان ترکمن ها در این مجموعه قبایل شکل دهنده دولت صفوی نقش داشتن و در 100 سال نخست دولت صفوی اینها که بهشون قزلباش میگفتند و بعد در دوره شاه عباس برخی از اینها رو شاه سبن کردند، یعنی در هم آمیختند و یک ایل جدید از اونها ایجاد کردند که وفاداران به شاه بودند، ساختار فرمان روایی تغییر پیدا نکرد، اگرچه خود شاهان صفوی از تیرهای ترک و ترکمان نبودند، ولی خود شاه اسماعیل شعر می سرود و شعرهایی که می سرود به ترکی بود بیشتر. فارسی هم داره بله، ولی در همون دوران جالب است که رقیب جنگی او یعنی پادشاه عثمانی شاه سلطان سلیم او به فارسی شعر می نوشت و فارسی شعر می سرود و معروف بود به اینکه فارسی هم خیلی خوب می دانست. بنابراین من اشارم در این بود بیان که بخواهم از این رشته کلام رو به حال گسستید، رشته سخن رو گسستی درش ایجاد کنم، که ما در ایران این گونه باید بگویم که ایران امروز بر یک چهار پایه نشسته است، چهار پایه تاریخی داره یا نشسته بوده تا زمان مشروطه. یکی از این پایه ها ساختار فرمان روایی ایلی در ایران است که اساساً زبان این فرمان روایی و زبان نیروی جنگی این فرمان روایی که ساختار ایلی ترکی است زبان ترکیک است، یعنی یکی از شاخه های زبان هایی که از مغولستان، از بیابان های میان مغولستان تا خوارزم و از بخش های از فرارود به ایران رسیده. این تعریف مربوط به ایران پس از اسلامه، نه؟ این ایران پس از اسلام است، بله، جز اینجا و اونجا پادشاهانی که مانند زند یا برخی از فرمان روایی هایی که در ایران ماندند، مانند فرمان روایی هایی که در گیلان و تبرستان بودند برای دورانهایی، یا کردان شبانکاری فارس یا لورهای کوچک و بزرگ، فرمان روایی های بزرگ در ایران فرمان روایی های ترکان است، ایلی ترکی است و جنگ و ستیز هم میان اشراف ایلی است چه در درون یک ایل چه یک ایل با ایل دیگر، اینها قوم نیستند، اینها ایل هستند. مجموعی از اینها رو شاید بتوان به یک شبیه یا شبیه یک قوم توصیف کرد ولی نمیتوان اینها رو یک قوم دانست، برای که در میان خود اینها هم پوزش میخوام درگیری های فراوانی وجود داشته. این یکی از پایه های فرمان پایه های ایران هست، چهار پایه است. پایه دوم پایه دیوان سالاری ایرانه که این دیوان سالاری رشته ناگسسته تاریخی داره، یعنی از پیش از اسلام این ساختارهای دیوانی که ساختار مالیات بوده از زمان ماتا در ایران وجود داشته، پشت در پشت در خاندانهایی انتقال داده می شده، مثلا کسانی که در یک شهری اداره پست رو در دست داشتن فرزندانشون هم همین کار رو میکردن، خانواده معروف خنجی پشت در پشت اینها در ساختارهای دیوانی ایران دست داشتند، برخی از اینها تا 1000 سال در کار دیوانی بودند، مستوفی بودند و حتی آنچنان اینها در کار مستوفیگری دست داشتند که فامیلشون میشده مستوفی و کاتب بودند، از دبیران پیرامون پادشاه مالیاتی، بله. اینا این مجموعه دیوان سالاری که بهش در غرب میگوید سیویل سرویس، این یکی دیگر از چهار پایه ماندگاری جامعه، پایه اصلی مثل اینکه پایه بسیار بسیار اساسی است. این ساختار ساختار عرفی است،
ساختار غیر ایلی است، ساختار شهری است و زبان این ساختار فارسی است. یعنی تمام کسانی که در این نهاد از زمان پیش از اسلام کار میکردن که زبانشون بر روی زبان پهلوی بوده بعد فارسی میشود، اینها پاسداران زبان فارسی هستند و به ویژه از دوران غزنویان اندکی پیش از اون، از زمان صفویان که زبان دیوانی فارسی است و در دوره غزنوی که به ابتکار ابوالعباس فضل اسفراینی وزیر سلطان محمود زبان رسمی دیوانی ایران زبان فارسی می شود، زبان دیوان زبان فارسی است. پایه سوم ساختار دینی در جامعه ماست، زبانش عربی، زبانش عربی است. جز مثلا نصیحت الملوک غزالی یا کتاب معروف جامعه عباسی که دوران شاه عباس نوشته شد، شیخ بهایی و اینجا و اونجا، بیشتر کتاب ها به عربی است، چون زبان دین عربی بوده، چه شیعه چه اهل سنت. و این یک ساختار کلاسیک مانند اروپا نیست که کلیسای کاتولیک باشه بالاش پاپ نشسته باشه، ولی به هر روی یک نهاد بسیار بسیار برجسته در سنت فرمان روایی و اداره کشور بوده، گاه نزدیک می شده گاه دور می شده و گاه در اداره کشور با فرمان روایان شریک بوده، به ویژه در دوره صفوی که می دانیم شیخ الاسلام ها صدر و صدور و صدرها در اداره کشور رایزن پادشاه بودن. پایه چهارم که همه اینها رو در بر میگیره فرهنگ ایرانه، که در کانونش چه بخواهیم چه نخواهیم زبان فارسی نشسته. پس مهمترین پایه هم فرهنگ ایرانه، فرهنگ ایران است که از همه اینها تشکیل شده و در این حال استقلال خودش رو هم داره. این شاه بیاید و برود، این سلسله و دودمان بیاید و برود، این گروه وارد خاک ایران بشود یا نشود، دین از اهل سنت به شیعه تبدیل بشود یا نشود، کدام دیوان سالار بر سر کار باشد، این فرهنگ ایران همواره در حال پویندگی و پالایش و گسترش بوده، چیزهایی بهش افسوده شده، چیزهایی ازش کاسته شده، ولی فرهنگی است که تمام باشندگان ایران، اونهایی که بودند و اونهایی که وارد شدند، در گسترشش نقش داشتند، جایگاه داشتند. و یکی از ویژگی های فرهنگ ایران و توانایی این فرهنگ ایران که در پرورشش تنها یک گروه مانند آریایی ها نقش نداشتند، بلکه تمام اقوامی که در ایران، تمام دسته های ایلیک در ایران جایگاهی داشتند، به پرورش این فرهنگ یاری رساندند، توانایی این فرهنگ در جذب فاتحانه. یعنی هر کس به ایران آمده از هر آیینی که بوده، حتی عربا رو، از هر زبانی که بوده، اینها رو ایرانیزه کردن، اینها رو به فرهنگ ایران آلودند، البته این آلودگی خوب، و اینها رو حل کردن در خودشون. من اجازه بدید در این نمونه رو خدمتتون در این زمینه بگم. دولت صفاریان رو سامانیان بهش پایان دادند و سامانیان یکی از ابتکارهایی که برای پاسداری سرزمین خراسان بزرگ در برداشت به کار بردند این بود که سپهسالاران ترک رو، خیلی از اونها پیشتر غلام بودند، خرید و فروش می شدند، اینها رو در واقع برکشیدند، بزرگ کردند، یعنی خودشون به امیری ماندند و کار نظام رو به سپهسالاران ترک دادند. این سپهسالاران ترک دولت سامانیان رو ناتوان کرد. برخی از این سپهسالاران ترک بودن که بعدها دولت غزنوی رو ساختن، کسانی نامهاش اگه نگاه کنید، مثلا آبتکین یا البتکین هم در فارسی گفتن ولی درستش آبتکینه، آبتکین هم هست در واقع درستش. این از این دودمان آبتکین غزنویان برخواستند، ولی خود دولت سامانی رو در واقع غزنویان واژگون نکردند، یک گروه دیگری از ترکان واژگون کردند، ترکان قبیله ترکتوار چگلی، بقراخان، قراخانی و خواهرزادگانش، اینها بودند که دولت سامانی رو در فرارود و خراسان بزرگ از میان بردند در آخرین جنگی که
با آخرین پادشاه ساسانی داشتن، سامانی داشتن، اینها خاندان آل افراسیاب یا خانیه خارزم بودند، ترکم بودند. در این جای گفتگو نیست که نخستین دولت ترک تبار فلات ایران همین ها هستند، یعنی قراخانی ها، دولت قراخانی. و جالب اینجاست که اینها تمام ارزش های فرهنگی دوره سامانیان رو که دوره زرین فرهنگ ایران و ادب فارسی بوده رو نه تنها حفظ کردن، گسترش دادند. زرین هم زرین دیگه، بله، اینو حفظ کردن. مثلا شما نگاه کنید، اینها که خب به عنوان اولین تیره ترکان خوارزم شناخته می شود، زبان فارسی رو که تا اون زمان اساسا در خراسان بزرگ گسترش پیدا کرده بود و به از خراسان بزرگ به غرب می رفت، اینها بودن که تا کاشکر و پلاساغون گسترده کردن، تا مرز چین، یعنی اونجایی که امروز خوتن بهش میگویند یا ترکمنستان شرقی در خاک چین میگویند، اینها گسترش دادن. در دوره فرمان روای اینها اون تجدید حیات فرهنگی ایران یا رنسانس فرهنگی ایران که در دوره سامانیان آغاز شده بود ادامه پیدا کرد. پادشاهان ترک هستن و هیچ کس نمیتونه اینها یعنی متهم کنه کسانی رو که مثلا عمعق بخارایی آمده با ضرب شمشیر قلم اینها رو به فارسی گفتن واداشته. خب واقعی نیست. چگونه؟ اینا خودشون هوادار این فرهنگ بودن، این فرهنگ رو فرهنگ برتری از فرهنگ خودشان میدانستن و از پاسداران این فرهنگ بودن. ببین در دوران فرمان روایی اینها کسانی که برجسته شدند، شمس طبسی، رشیدی سمرقندی، عمعق بخارایی، سوزنی سمرقندی، رضی الدین نیشابوری، ضیاء خجندی، زهیری سمرقندی، اینها همه از پشتیبانی این شاهان خانیه نه تنها برخوردار بودند، بلکه شاهان خانیه مانند سامانیان حتی بیشتر از غزنویان در گسترش زبان فارسی نقش داشتند. بنابراین این فرهنگی که ازش یاد میکنیم، فرهنگ ایران که از مهرهای بسیاری ساخته شده ولی یک نخی این مهرها رو به هم وصل میکنه، این نخ یا پود فرهنگ ایران، این فرهنگ هزار رنگی که مانند فرش ایرانی بسیار هم زیباست، پود واحدش زبان فارسی است، بدون این که ما بخواهیم زبانهای دیگر رو خوار بکنیم. و در چه دورانی این فرهنگ گسترش پیدا کرده؟ در دورانی که اون نهاد اول، نهاد نخست، یعنی نهاد ایلیاتی، ترکان بر ایران چیره بودند. نهاد دوم، نهاد دین، اصلا با زبان فارسی سر سازگاری نداشته. با این همه در بستر دو فرهنگ دیگر، دو زبان دیگر، یعنی زبان ترکی که زبان حکومت بوده و زبان عربی که زبان دین بوده، زبان فارسی که زبان دیوان بوده، چیرگی پیدا کرده و فرهنگ ایران به فرهنگی تبدیل شده که هر کس پاش به ایران رسیده برای خودش تبار تاریخی ساخته و خودش رو به دوره قبل از اسلام چسبانده. دروغ ها، بیشترش هم تبارنامه ها تبارنامه های دروغین هست که ساختند و برای خودشون میخواستن عزت تاریخی پیدا کنند. بله دیگه، بدونید چی بیان بگن؟ بگن ما مثلا از در بازار بعد فروشان معرف ما رو پدرنیای ما رو فروختن، معلوم نیست از کجا آمده این. در موردش سلطان محمود غزنوی باید همینو گفت، یک پدرش یک نصیحت نامه‌ای به فارسی نوشته براش که گذشته خودش رو توضیح میده. او هم مطمئن نیست از کدام تیره ترک بلند شده، حدس میزنه، گمان میزنه، چون خودش گفته ما رو در بازار برده فروشان فروختند. عجب، خودش نوشته. بله بله. ولی برای همین پادشاه سلطان محمود بعدها آمدند تبارنامه ساختند و گذشته او رو به بهرام چوبینه و کیخسرو و یکی از اینها چسباندن که افتخار براش ایجاد کنند. اما عزت تاریخی. بله، عزت تاریخی. بله، این در برنامه پیشین در باره رمز راه یادگاری به همین جا اشاره کردید که با توجه به این که زبان پهلوی رو اعراب مسلمان برچیدن و سپس بیش از 900 سال تبارهای ترک، تاتار و مغول بر ایران فرمان روایی داشتن، چگونه شد که این زبان فارسی سر برآورد و زبان ملی و
و زبان فرهنگی ایران شد. بله. دستی در کار بود یا خود به خود؟ برید باید برگردیم به تاریخ دیگه. شما نگاه کنید، یک تمدن کهن‌تر از تمدن ایران، تمدن مصر، تمدن قبطی ها در مصر، زبان قبطی. عرب هم مصر رو برش چیره شدند، هم بر ایران چیره شدند. امروز یا در همون پگاه پس از آمدن عرب، زبان فارسی سر بلند کرد. در همون 200 سال نخست، نخستین کتاب نوشتاری به زبان فارسی به گفته بیرونی در همون پایان سده اول، سده اول نوشته شده که به هافرید نامی رو به اون کتاب دین خودش معرفی کرده، باز به گفته بیرونی. اما امروز شما نگاه میکنید به مصر، چیزی از زبان قبطی باقی نمانده، از فرهنگ قبطی تو در موزه ها. اصلا لهجه قاهره زبان ادبی عربی است، جهان عربه. بله، یعنی این رو به عنوان مدل سخن گفتن عربی میپذیرن، نه عربی حجاز رو. خب نشان میدهد که یک توانایی هایی در این جامعه بوده. چون نمیتوانیم بگویم چون در اسکندریه کتاب سوزاندند یا چه کردند، اونجا دیگه این زبان باقی نماند و ایران بود. ایران هم همین کارها رو کردند. یک فرهنگ بسیار تواناتری بوده، نظام پادشاهی که در ایران وجود می داشته نظام پیچیده تری از نظام شاهی مصر و دیگر کشورها بوده. سنت دیوان سالاری که من هر بار بر اون پا می فشارم که در ایران بسیار توانا بوده، این زبان رو حفظ کرده. چگونه این زبان اصلا، چرا زبان فارسی سربلند کرد؟ چرا زبان مثلا کردی، زبان ترکی سربلند نکرد؟ رفتی به زبان دری هم داره؟ اصلا زبان دری است. ببینید در دربار سامانیان چند زبان پذیرفته شده روان بوده، یکی از اونها زبان اوستایی است که زبان دین بوده، دیگری زبان پهلوی است که زبان دیوانه و زبان ادب، و زبانهای دیگری هم اونجا وجود داشته. خوزی بوده، زبان مردم خوزستان، مردم پیرامون پایتخت ساسانیان هست، و یکی از زبانهایی که پذیرفته بوده در میان برخی از مردم، ببیشه در بخشهای از خراسان به این زبان سخن میگفتند و این زبان رو در دیگر سرزمین های امپراتوری ساسانی پذیراندند برای اینکه بتوانند مردمی از پیشینه ها و از تیر و تبارها و از این پهنه امپراتوری با یک دیگر سخن بگویند و با یک دیگر کار بکنند، کار اداری و کار بازرگانی و کارهای دیگر، زبانی بوده به نام دری که این زبان دری سپس فارسی دری خوانده می شود و سرانجام دری رو از اون میندازن. البته در افغانستان هنوز به این میگویند دری. گواهی هایی که امروز در دست داریم چنین می نماید که این زبان اساسا در سیستان و سپس خراسان دوباره سربلند کرد و در میان برخی از مردم پذیرفته شده بود. شاید کار یعقوب لیس که واداشت شاعران دربار رو که به فارسی شعر بسرایند، و سپس در دوره پس از اون آنچه که در دست داریم از تاریخ سیستان، از تاریخ بیهق، از آمدن یعقوب به نیشابور، چیرگی او بر نیشابور، که خیلی نکته جالبی هم اینجا کناری خدمتتون میگم. هنگامی که یعقوب بر نیشابور چیره میشود، مردم بزرگان نیشابور میگفتن او رو نمیپذیریم چون فرمان از خلیفه نداره. او دستور میده که بزرگان نیشابور رو فردا جمع کنن همه رو، و غلامان ترک و غلامان مسلح همه بیستند و خودشان بر تخت مینشینه و به یکی از بندگانش دستور میده که یک تیغ یمانی رو که زیر دستاری پنهان بوده بیارن اونجا. و این تیغ رو بیرون میکشه و میگه از من خواسته بود فرمان به شما نشان بدم، مگر نه اینکه خلیفه به این فرمان بر بغداد چیره است، من هم فرمانم این تیغه. خیلی جالب گفته، گفته خلیفه رو این فرمان، نه یک نوشته، بلکه قدرت شمشیر خلیفه کرده، من هم با همین فرمانم، میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید. اینه که میگه اینو یعقوب لیث میگه، ولی همه اینها به فارسی است، یعنی با مردم نیشابور به فارسی سخن میگه و در تاریخ های اون دوران آمده این نوشته ها. اما پس از اون هست در واقع که ما میتوانیم بگوییم که هنگامی که غزنویان، نخست قراخانیان و سپس غزنویان بر خراسان چیره می شوند، میان این دو میراث سامانیان که
زبان فارسی بوده و زبان رودکی بوده نه تنها حفظ می شود بلکه با رسمی کردن این زبان فارسی دری به عنوان زبان دیوان از سوی همین اسفراینی که کسی است که فردوسی رو به سلطان محمود معرفی کرده و چون او دیگه خانه نشین شده فردوسی هم دیگه آدم لازم رو در دربار نداره. من نکته‌ای رو از اینجا براتون بخونم از تاریخ بیهقی. میگه که سلطان مسعود گفت به امیرالمؤمنین یعنی خلیفه عباسی نامه بباید نوشت بدین چه رفت چنان که رسم است تا مقرر گردید که بی آن که خون ریخته اید این کارها قرار گرفت. یعنی گفته که ما این کار درستی رو کردیم و این پادشاه ترکان رو تابع خودمون کردیم. اینو میخواد گزارش بده. میگه به شاه ترکان آلا افراسیاب هم بباید نوشت تا رکابداری به تعجیل برد و استادم ابو نصر مشکان این دبیر کلی چه میگه استادم دو نسخت کرد این دو نامه را چنان که او کردی یکی تازی سوی خلیفه و یکی به پارسی سوی شاه ترکان. یعنی زبان دیوان زبان فارسی است با خلیفه چون خلیفه زبانش زبان عربی است این زبان رو در واقع با عربی می نوشتند. ولی همین در مورد سلطان مسعود وقتی صحبت میکنه میگوید که این درست سنت های مذهبی رو به کار می بردن ولی نوروز و مهرگان رو هم بزرگ می داشتن. اینا پادشاهانی هستن با پیشینه ترک نخستین فرمان روایان ترک تبار سلسله ترکان در ایران هستند. ولی بیهقی می نویسد که روز دوشنبه دو روز مانده از ماه رمضان از پایان ماه رمضان به جشن مهرگان بنشست و چنان نثار و هدیه ها و ظرف و ستور آورده بودند که از حد و اندازه بگذشت و همینجور ادامه میده. یعنی نشان میدهد که افزون بر اینها سنت های ایرانی رو هم حفظ کردن. اما این زبان هنگامی که زبان فارسی به چیرگی میرسد و زبان دیوان میشود هر گروه از مهاجمان و آمدگان از بیرون از این فلات ایران یا از درون فلات ایران که از تیر و تبارهای ترکمان یا ترکای اوغوز یا دیگر تیر و تبارها بودند چون صدها تیر و تبار ترک مشناسیم از هر تیر و تباری که بودند هنگامی که به فرمان روایی بر بخش یا همه ایران میرسیدند راهی جز این که زبان فارسی رو با زبان دیوان بپذیرن و از همین دیوانیان بهره بگیرند نه تنها نمی داشتن خود اونها هم شیفته زبان می شدند به این زبان شعر می سودند. آقای امیدی مجموعه این مطالبی که در باب چگونگی رشد و اعتلاع زبان فارسی فرمودین به نظر من پایه و مایه دولت ملت در ایران شده. بله کاملا درسته. یعنی واقعا یه ملتی وجود داشت اون زمان. ببینید یک زمینه های پیدایش ملت مدرن وجود داشته. فرهنگ ایران و این مجموعه که اشاره کردم سنت فرمان روایی در ایران دولت ادامه دار در ایران این وابستگی خاکی سرزمینی که در میان ایرانیان ایجاد شده که با این وابستگی خونی نژادی متفاوت هست چون برخی از کشورها جنبه نژادیشون مثلا میگن جرمن ها آلمان ها اینا نژادین حتی اجازه بازگشت دارن. آلمانی اگر شما یک سوم یک چهارم آلمانی تبار باشید می توانید بروید و پاسپورت آلمانی بگیرید. در میان مثلا اسرائیلیان و یهود این وجود داره اینا خودشون رو یک قوم میدونند قومی که یک آیین مذهبی هم دارن. ارمنی ها هم زبان واحد دارن هم آیین مشترک. ایران اینگونه نبوده. ایران یک نوع باشندگی سرزمینی است یک نوع احساس این که این سرزمین از آن ماست و از هر تیر و تبار و مذهب آیینی هم درش وجود داشته. اصل خاک بوده. اصل خاک بوده. من اشاره کردم در راه که می آمدیم ما دو قول بزرگ سرایندگار فارسی گوی ایران رو در نظر بگیریم نظامی گنجهی و خاقانی و خاقانی شروانی. خاقانی شروانی زبان مادریش زبان آرانی یا ارانی است و در شروان بزرگ شده. نظامی گنجهی از و مادرش مسیحی بوده و نظامی گنجهی از خانواده کردتبار و هر دوی اینها گویندگان و سرایندگان و نویسندگان برجسته ادب فارسی هستند
و حالا اینجا چون بحث زبان فارسی پیش آمد و نمیدونم تا چند اندازه ما هنوز وقت داریم، یک پیکری رو من فراهم کردم که بناست که وقتی اشاره میکنم جناب مشکلیار هم به این اشاره کنن، کارگردان برنامه، در سال 1255 میلادی میشود 634 خورشیدی، 30 سال از نخستین یورش خونریزانه مغولان به ایران گذشته بود. میبینید نخستین یورش خونریزانه مغولان به ایران 618 قمری است. بله، این در دوران چنگیز خان روی داد. دو سال هم به درازا کشید، بخش بزرگی از خاک ایران رو ویران کردن، توپه کردن، اصلا بخش در و پنجره با خودشون بردن و در و پنجره سازان بسیاری از آدم هایی که توانایی داشتن رو بردن با خودشون به مغولستان. یورش دوم نزدیک به 36-37 سال پس از اون بود که آمدن برای کشورداری. این بار هولاکو اومد نه برای تنها قارت بلکه کشورداری، و دولت ایلخانان و مغول ایجاد شد. یک فاصله حدود 37-38 ساله بین این دو یورش است. 30 سال پس از نخستین یورش نوه چنگیز هیئتی رو از سوی پاپ میپذیره. پاپ اینوسانس چهارم، و اون در واقع چون شنیده بوده در باره مغولان که آمده بودن و تا مرز اروپا هم رفته بودن و برگشته بودن، در این نامه مغولان رو دعوت میکنه مسیحی بشن، غسل تعمید ببینن و مسیحی بشن و بیان زیر سایه کلیسا زندگی کنن، و اینها جواب دادن که شما بیایید ایل بشید. و این پاسخی که به نماینده پاپ دادن، اسم نماینده پاپ رو اینجا بگن ژان دو پلان کارپن، این از فرانسه امروز از اونجا در واقع حرکت کرده و رفته و رسیده به مغولستان، نامه‌ای به او دادند. نخست این نامه رو به زبان ادبی دربار مغول نوشتن که زبان اویغوری است، و بعد به این نتیجه رسیدن که این زبان اویغوری رو هیچ کس نخواهد فهمید. گفتن به زبانی بنویسیم که در سر تا سر این سرزمین ها همه باش آشنا هستن. به فارسی نوشتن این پیکره رو. من بله، این عین تومار نامه نوه چنگیز هست به پاپ اینوسانس چهارم، که این در سال 1254 خورشیدی نوشته شده، اینک در بایگانی واتیکان موجوده. این پیکره رو از روی بایگانی واتیکان برداشتند، و این خط یعنی شما اگر این رو بزرگ کنید می توانید بخوانید این رو فارسی. فارسیش دشواره در کشواژه های شما ناهنجار. بیاد داریم فارسی؟ نه خیر، الان بیاد ندارم، من خوندم و حتما در این کتابی هم که اشاره کردیم دفعه پیش در دست انتشار هست، من حتما بازگو خواهم کرد. بغرنجی های قومی. ولی این رو البته نخستین بار در ایران اگر اشتباه نکنم شاید در روزنامه مجله شاید خوشه بوده باشه اگر اشتباه نکنم، که رجب نژاد، مسعود رجب نژاد در گذشته ایشون مترجم بسیار برجسته بودن، نخستین بار ایشان این رو برگرداندن و فارسی آن روزی رو با فارسی امروزی خط به خط کنار هم قرار دادن و خیلی کار جالبی هم انجام دادن. من دارم این نوشته ایشون رو و بر روی آگاهی از این داریم که این نامه به فارسی بوده. خب من برای که تا حدودی این توانایی و پذیرش زبان فارسی رو از سوی حتی کسانی که بر روی تا بن استخوان ترکمان بودند، مانند آقویونلوها یا قراقویونلوها، که اینها دو اتحادیه بزرگ ترکمان هستند که در دوره‌های بیشتر ایران رو برش چیره بودند، چه اونهایی که اهل سنت بودند چه اونهایی که شیعه بودند، در حدود فکر میکنم 50 سال پیش از آمدن شاه اسماعیل صفوی هست که جانشاه قراقویونلو، شاید اندکی کمتر، یکی از آخرین شاهان قراقویونلو، فرزندش پیر بوداغ حاکم بغداد بود، و پیر بوداغ فرزند جانشاه بر جانشاه پدرش شورش کرده
و دیگه مالیات به پدر نمیداده و خودش علم پادشاهی مستقل ایجاد کرده بوده. خب اینا میدونی تعداد فرزندانش هم زیاد بوده و او به جنگ پیر بوداغ رفته برای پدره به پدر. جنگ پسرش در هنگامی که بغداد رو محاصره کرده برای که فرزند تسلیم بشه، جانشاه قراقویونلو به فارسی شعر سروده و برای فرزند فرستاده. بخشی ازش اینه: شاه منم، ملک و خلافت مراست، تو خلفی، از تو خلافت خطاست. پیر بوداغ در پاسخ پدر شعر سروده، باز هم به فارسی جواب پدر رو داده، میگه نیستم اون طفل که دیدی نخوست، بالغم و ملک به بالغ درست. کشور من نیست کم از کشورت، لشکر من نیست کم از لشکرت. و خیلی ادامه داره و این ببینید نشان میدهد که بدون زور، چون میدانیم که فرمان روایی به ضرب شمشیر بود، میدانیم که آیین‌های دینی به ضرب شمشیر چیره شده، هم اسلام به ضرب شمشیر آمده و هم شیعیگری بر اهل سنت یا آیین سنی باز به ضرب شمشیر آمده چیره شده و جنگ میان این دو طایفه، دو تیره ترکمان تبار آقویوندو و قراقویوندو آنچنان قوی بوده که حتی خاندان صفوی رو هم با خودش در این خاندان صفوی جالبه با اینکه شیعه بودن، در برابر این قراقویوندوهای شیعه با آقویوندوهای اهل سنت متحد میشن و با اونها پیوند از خانوادگی به وجود میارن و این نشان میدهد که ما با یک فرهنگ توانایی در جامعه ایران روبرو هستیم و بودیم که این فرهنگ توانا که در واقع در درون خودش یک آمیزه ای از چند فرهنگی است که به هم در هم تنیده و یک فرهنگ رو ساخته، زبان فارسی در کانونش بوده. و کسروی نکته بسیار جالبی رو میگه، میگه در تمام دوران از زمان غزنویان تا پایان تیموریان، برای که خیلی ها میگن آذربایجان زبانش ترکی بوده، میگه 3-4 شاعر ترک در خراسان پیدا شدند، یک شاعر ترک در آذربایجان پیدا نشده و این زبان کسروی میگه بله و سنت هست درست. زبان فارسی زبان چیره زبان چیره حاکم بر ایران بوده. ما امروز باید به زبانهایی که در ایران هست، کردی، آذری و نزدیک به شاید 200-300 زبان دیگری که در ایران گوگش و بولگوگشی که وجود داره، باید احترام بگذاریم، بپذیریم، مردم فرزندانش رو به این زبانها آموزش بدن، هیچ گرفتاری هم نداریم، اما بپذیریم یک نکته رو که زبان فارسی رو رضا شاه نیامده بر ایران چیره کنه، دستور و ابلاغ دولتی دوران مشروطه نیست، این یک سنت هزار ساله، هزار اندی ساله داره و این زبان سمندری از زیر خاکستر در برابر آمدن اعراب بوده در آغاز کار، نخست با جنبش شعوبیه به زبان عربی و سپس با زبان فردوسی و رودکی و دیگران در برابر اونها و برای پرورش فرهنگی که ساروج ماندگاری این سپایه دیگری است که بهش اشاره کردم. خب مثل پایان برنامه رسید. خیلی ممنون آقای صفایی. معلم ما میگفت سپایه چهار پایه ایست که یک پایه نداشته. خب موافق هستید هفته آینده همین برنامه رو پیگیری کنیم؟ بله بله، به خصوص درباره اینکه ایران چگونه ملت شد، یعنی ملت در ایران تشکیل شد. حتما هفته آینده. هفته آینده سپاسگزارم. خیلی ممنونم ازتون، همینان گرامی، از شما هم سپاسمندم که به این برنامه توجه کردید و با سپاس از کارگردان برنامه آقای بهروز مشکینیار. شب و روزتون خوش.